شبات شلوم. همونطور که آقای داروگر خدمتتون توضیح دادن، از سه شنبه این هفته ماه جدید تموز شروع میشه. میدونیم که هر ماهی برای خودش یک نوری رو داره، یک انرژی مخصوصی رو داره، و ماه تموز ماهی هست که انرژی سلامتی و تندرستی رو در خودش داره. تمام پارشاه هایی که در طول ماه تموز خونده میشه و به اوج خودش میرسه، نور این ماه وقتی که میرسیم به پارشاه پینخاس، میدونیم که تمام وکسینیشن، تمام وکسینیشن پادزهر تمام بیماری ها، ناراحتی های فیزیکلی و معنوی در این پارشا و در تمام پارشاهایی هست که در ماه تموز هست. مقوبالین برای ما توضیح میدن که اصولا بیماری ها خودشون رو در یک ماهی شروع میکنن به وجود اومدن، یعنی سید لول، خدای نکرده هر بیماری، هر بیماری فیزیکلی در ماه تموز شروع میشه. وقتی که یکی خدای نکرده دیاگنوست میشه با یک بیماری، وقتی که بر میگردن به عقب تا تاریخش رو نگاه کنن ببینن که این اتفاق شروع شده، میبینن که شروعش در ماه تموز بوده. به خاطر همینه که در همین ماه هست که پارشاهایی که خونده میشه شبات ها پادزهر تمام بیماری هاست، مخصوصا بیماری وحشتناک سرطان. به خاطر همین است، به خاطر همینه که ابراهام آوینو 4500 سال پیش در کتاب سفر تسیرا اسم این کانسلیشن رو گذاشته کانسر، سرطان، برای برطرف کردن تمام افکاری که باعث سپریشن میشه، باعث جدایی میشه، باعث به هم ریختن میشه و بعد خدای نکرده خودشو در قالب فیزیکالیتی نشون میده، واکسنیشنش در ماه تموزه. گارانتی میکنن مقوبالین، گارانتی میکنن که اگر با امونا، با کانشسنس باز کانکت کنیم خودمونو به تورایی که خونده میشه در ماه تموز، اون وقت هست که جلوگیری میکنیم از هر افتادنی، از هر شکست فکری، کانشسنسی و فیزیکلی. امیدوارم که هممون در این راه قدم برداریم. ما میدونیم که در این کلیسا مذهب ریلیجیس پرکتیس نمیشه، بلکه روحانیت، عشق به خدا پرکتیس میشه، نزدیکی به خدا تدریس میشه. و امیدوارم که با این آگاهی، با این عشق، هممون نزدیکتر شیم به نور خدا، نزدیکتر شیم به راز تورا، به راز کبالا، و بتونیم نور و سلامتی بیاریم توی همه دنیا. پارشای امروز پارشای شلخ لخاست. پارشای شلخ لخا یکی از معروفترین پارشاهای توراست و میدونم که بسیاری میدونید که متن این داستان، این پارشا در چی هست. درست بعد از یک سال که بنی اسرائیل از مصر در میان، میرسن به مرز اسرائیل، فقط یک سال طول میکشه، میرسن به مرز اسرائیل و ناخودآگاه که کاملا مشخص نیست که پیشنهاد چه کسی است، پیشنهاد خداست، پیشنهاد مشه هست و پیشنهاد خود مردمه، تصمیم میگیرن که یک جاسوسانی رو، 12 تا جاسوس بفرستن و کشور اسرائیل رو اسس کنن، ببینن که چه خبره در این کشور. مشه به این 12 تا جاسوس میگه که برید این سرزمین رو ببینید. Go see the land. Go see the trees. و بعد میدونیم که از این 12 نفر 10 نفرشون برمیگردن با ریپورت نگتیف. و این ریپورت نگتیف باعث میشه که ما 40 سال آواره بشیم در صحرا و تمام
اون صلح‌هایی که از مصر در اومده بودن در این عرض این 40 سال از بین میرن و 600 هزار صلح جدید بچه هاشون میرسن به کشور اسرائیل به اضافه یهوشوا و کالب که همون دو نفری هستن که ریپورت مثبت آوردن. البته ما به اینجا به کلیسا نمیایم که قصه گوش کنیم. میبینیم که رابی شیمون بر یوحای برای ما کاملا مشخص میکنه در همین پاراشای بهلاتخا که هفته پیش خوندیم که فقط یک انسان ساده هست که فکر میکنه تورا داستان هست، قصه هست و من باید از قصه چیزی رو درک بکنم. میدونیم که تورا در پشت این داستان ساده و بسیار عجیب، داستان بسیار عجیب این 12 تا جاسوس، رازهایی هست، انرژیهایی هست، نیروهایی هست که به درد امروز میخوره، به درد زندگی من و شما میخوره امروز. قصه جاسوسان قصه 3500 سال پیش نیست. متن این پاراشا، متن شلخ لخا نور و انرژی هست که من و شما باید امروز ازش استفاده کنیم و در دنیا پخش میشه. با تمام اتفاقات تاریکی که در دنیا داره پیش میاد، with all the chaoses, with all the dark situation that is happening in the world, نقش من و شما چیه؟ What is our role in this whole chaotic world? در فصل 14 جمله 17 هم میگه و اتا اگدل ناکوخ ادونای، و بعد کلمه اگدل یک یود بزرگ داره، یک یود بزرگ داره. ما میدونیم که تورا تمام حروفاش یک اندازه هستن، غیر از جاهای مختلف که بعضی از حروفا بزرگتر از معموله، is extra large size letters، و بعضی وقتا حروف ها کوچکه، they're small version. و اینجا میبینیم که یود که کوچکترین حرف عبری هست extra large، it's an extra large. و بعد وقتی که معنی این جمله رو میکنیم میگه که خدایا، به نظر میاد که این جمله معنیش خیلی کانسیله، من به تو قدرت میدم یا من به تو کمک میکنم که قدرت تو گادول بشه، بزرگ بشه. جمله‌ای که موشه به خدا میگه بعد از این جریان 12 تا جاسوس. و بعد در تلمود مقوبلین میان اکسپند میکنن نقش این یود بزرگ و نقش این جمله و حرف موشه که به خدا میگه من میام به کمک تو و قدرت تو رو بیشتر میکنم. یعنی چی؟ من و شما یا حتی موشه ربنو میتونه کمک بکنه که قدرت خدا بیشتر بشه؟ مفهومش در چی هست؟ تلمود برای ما توضیح میده که وقتی که موشه رفت علام ابا، وقتی که رفت در اون دنیای روحانیت، دید خدا داره تورا رو مینویسه و بعد روی اون کراون هایی که بالای حروف عبری هست خدا داره نقش این کراون ها، این تاج هایی که بالای حروف عبری هست داره مینویسه، خودش با خط خودش مینویسه. کراونی که در عبری در کبالا بهش میگن ارخ هپنایم، یعنی نور مرسی، نور بخشندگی. این تاجی که روی حروف عبری میبینیم نه فقط برای قشنگی هست، بلکه نوری درش داره، سیکرتی درش داره، ارخ هپنایم. و بعد در تلمود توضیح داده میشه که خدا برمیگرده نگاه موشه میکنه میگه تو اینجا چه کار میکنی؟ بیا کمک من، بیا کمک من. و بعد این جمله گذاشته میشه در این چپتر تورا و درست در جمله 18 17 یعنی تو، 18 یعنی زندگی، جایی هست که 13 تا اسم خدا هست، 13 تا اکستنشن نور خدا هست که به عنوان 13 تا اسم مرسی خدا شمرده میشه و ما موقع یوم کیپور میخونیمش، روش هشانه میخونیمش و امروز در این قسمت هست که رابی مردخای با صدای بسیار زیباش امروز برای ما و برای همه دنیا میخونه. یعنی چی
بیا به کمک من. یعنی چی خدا به کمک موشه ربنو احتیاج داشت؟ هدف این جاسوس ها چی بود؟ هدف این پاراشای این هفته چیه؟ نور این شبات برای این دنیا چی داره میاره؟ دنیایی که به نظر پر از هرج و مرج میاد، هر روز اتفاق به نظر میاد وحشتناکتری داره توی دنیا میفته. Darkness, challenges, chaoses. It seems that it rules over the whole world. رمخال، این کابالیستی که در پراگ زندگی میکرد، که کابالیستا عقیده دارن که ربای اشلق که در سال 1920 در یروشلایم زهر رو از ارامیک ترجمه کرد به عبری، عقیده دارن که ربای اشلق که معلم ربای براندواین، ربای برگ و معلم همه ما هست، عقیده دارن که ایشون رینکارنیشن رمخال هست. رمخال برای ما میگه که راز این جاسوس ها در چی بود؟ رازشون در چی بود؟ هدف فرستادن مشه و خدا این 12 نفر که برن کشور اسرائیل رو ببینن، اسس کنن، رازش در چی بود؟ ما میدونیم که هر وقت اسم کشور اسرائیل میاد، نه تنها منظور به کشور فیزیکلی اسرائیل هست، بلکه به یک لول کانشسنسی هست، به یک هوشیاری ذهنی هست که بالای اون کانشسنسی هست که دنیای فیزیکلی رو رول میکنه. 2 واقعیت وجود داره. یک واقعیتی که فیزیکلی خودش رو نشون میده و یک واقعیت دیگری وجود داره که بهش میگن دنیای اتسخاییم، دنیای حقیقی، دنیایی که ایلوژن درش نیست. مقوبالین عقیده دارن که این دنیا دنیای دروغی است. ایلوژنه، خیالیه، واقعیت نداره. اون چیزی که اتفاق میفته، من و شما با 5 حسمون میبینیم، 1% واقعیته. ساینس هم اینو اپروف میکنه که اون چیزی که امروز مثل یک تیبل هست، 100 سال دیگه این تیبل وجود نداره. و اون چیزی که من به اسم تیبل نگاش میکنم، به عنوان یک میز نگاش میکنم، فقط کانشسنس من هست که اینو مثل یک میز میبینه. وقتی که ساینتیفیکلی نگاه ترکیب این میز میکنیم، میبینیم که حرکت مولکولهای اتمی هست که در چوب وجود داره، در اسپیس هستن، در هوا هستن، ولی انقدر سریع حرکت میکنن که ایلوژنری به نظر میاد که این میزی هست. اینشتین هم در صحبتاش ثابت میکنه که این میز یا این دنیای فیزیکلی هیچی نیست غیر از حرکت اتم ها. ایلوژنه، تصور به وجود میاره. اون چیزی که من و شما به عنوان دنیای فیزیکلی میبینیم یک خواب، یک ایلوژنه. میدونم درس امروز شاید یک مقدار ثقیل باشه. امیدوارم این زخوت رو داشته باشم که بتونم این درس رمخال رو باهاتون شیر کنم. اگه دقت کرده باشید در تورا خدا به ابراهام میگه که قوم تو 400 سال میره توی گالوت. 400 سال میره توی گالوت. و مقبولین توضیح میدن که من و شما که همون 600 هزار سالی بودیم که در مصر بودیم، قرار بود که 400 سال در مصر باشیم. و بعد رمخال برای ما توضیح میده که عدد 400 ریپرزنتیشن انرژی دارکنسه، انرژی تاریکیه، انرژی داوت، انسرتنتی هست، شک و تردید هست، گرفتاری. عدد 400 نه فقط یک عدد نیومریکاله، راز عدد 400 در یک محور کانشسنس تاریکی هست. وقتی که خدا به ابراهام میگه قوم تو 400 سال گرفتار یک کانشسنس تاریکی میشن که اسمشو میذارن مصرعیم، و میدونیم که مصرعیم به معنی تنگناست، به معنی تاریکی هست، قرار هست که ما 400 سال زیر نفوذ یک انرژی کانشسنس تاریکی باشیم. ولی میدونیم که 210 سال بیشتر طول نکشید این گالوت.
این تاریکی. معجزه شد، معجزه پسخ شد و خدا این تاریکی رو شکست، شکوندش، از بینش برد. دیوار این تاریکی رو از بین برد. بعد از 210 سال به ما محبت کرد، به ما هدیه داد که من و شما بتونیم از اون تاریکی که 400 ساله است در بیاییم. به خاطر همینه که در تورا بارها و بارها 50 بار خدا میگه من تو رو از مصر در آوردم. یعنی چی؟ یعنی یک انرژی کانشسنس تاریکی وجود داره که ممکنه که خدایی نکرده من و شما گرفتارش بشیم و خدا با قلب مهربونش اومد این تاریکی رو شکوند برای ما و ما از این تاریکی در اومدیم. بعد قرار بود که عمر این تاریکی تبدیل بشه فقط به 40 سال، یعنی از 400 سال تبدیل بشه به 40 سال. بعد رمخال برای ما توضیح میده که خدا با اون قلب مهربونش خواست این 40 سال رو تبدیلش بکنه به 40 روز. به 40 روز، وقتی که این 12 تا جاسوس رو موشه میفرسته تو کشور اسرائیل، میگه برید لند اسرائیل رو ببینید، درخت اسرائیل رو ببینید، و اینها مدت 40 روز میرن اسرائیل رو برمیگردن. رمخال برای ما توضیح میده که اگر در عرض این 40 روز این 12 نفر، این 12 تا شبتیم رینکارنیشن بچه های یعقوب بودن، گیلگول نشامای بچه های یعقوب بودن، این ده تا به اضافه یوشوع و کالف، کانشسنس امیزینگی داشتن، روشن بودن، صدیکین بودن، پر از نور بودن. فقط کافی بود که 40 روز کانشسنسشون رو، قلبشون رو کانکت بکنن به امونا، به سرتنتی، نور رو ببینن. یعنی وقتی که وارد کشور اسرائیل میشن با تمام مشکلاتی که وجود داشت نورشو ببینن، نه مشکلاتو ببینن، نه این مشکلات، نه این که تاریکی کانشسنسشون رو اوورتیک بکنه، بلکه نور رو ببینن پشت هر چیزی که در کشور اسرائیل بود. شکست خوردن مثل من و شما که وقتی که یک خبر بدی میفهمیم قلبمون فرو میریزه، وقتی که یک اتفاقی پیش میاد که توقعش نداریم جرأتمون رو از دست میدیم، شکت ما رو تیک اوور میکنه، درد پیدا میکنیم، انسنتیتی پیدا میکنیم، میگیم این دیگه از کجا بود، این دیگه چیه، چرا این اتفاق برای من افتاد، این چه اتفاقایی تو دنیا میفته. رمخال میگه دروغه، میگه اون چیزی که دنیای فیزیکلی داره به من و شما نشون میده دروغه، 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 it's an illusion, it's not real. و وقتی که من سرتنتی داشته باشم، امونا داشته باشم که در پس هر تاریکی نوری هست، ساینس اپروف میکنه که چیزی به عنوان تاریکی در دنیا وجود نداره، کمبود نوره که باعث میشه خدای نکرده من و شما تاریکی رو اکسپریانس کنیم. اگر این 10 برخا، اگر این 10 برخا که یک من و شما هستیم در این 40 روزی که رفتن کشور اسرائیل، اگر فقط کانکت میکردن ذهنشونو به اتسخاییم، به درخت زندگی، به نور، به خدا، به سرتنتی، به امونا، تمام شده بود، این گالوت تمام شده بود. It would have been all over. It would have finished. و چون این 10 برخا شکست کردن، اشتباه کردن، مجبور شدیم که 40 سال، یعنی اون گالوت 400 ساله رو که خدا شکون تبدیلش کرد به 40 و بعد به ما اپورتونیتی داد که فقط بشه 40 روز، نه 40 سال. وقتی که شکست خوردن، وقتی که وحشت کردن، رمخال توضیح میده وقتی که این 10 برخا برگشتند اومدن گفتن عمالق هست در این کشور. عمالق یعنی uncertainty،
یعنی doubt، یعنی شک میکنم، یعنی من ایمان ندارم به اون نوری که خدا در من گذاشته. من میترسم، من نگرانم، من وحشت میکنم، من نمیبینم. I fail to see the light behind the challenges. I fail to see the light behind the darkness. خانم آقایون، darkness is illusion. Darkness is illusion. It doesn't exist. و اگر من فقط خودم رو کانکت بکنم به سرتنتی، بدونم که در پشت هر چیزی که خودش رو تاریک نشون میده نور هست و من موفق میشم، فقط احتیاجه که من کانشسنسم رو کانکت بکنم به امونا، به سرتنتی. میگه وقتی که این ده برخواب گفتند امالک، یعنی uncertainty is a reality, it became a reality. یعنی هر چقدر که پرسپشن شما باشه و سر زبون بیارید، همون میشه، اون میشه ریالیتی زندگیمون. وقتی که مقبالیم توضیح میدن، وقتی که کسی خواب میبینه، هر چی تعبیر خوابه بکنه، اون معنی خواب پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی is the power of your perception becomes your reality. We make our life. من و شما هستیم که زندگیمونو مشخص میکنیم. من و شما هستیم که مشخص کننده زندگی و آینده خودمون هستیم. We decide what is real. We decide what is real. با تمام دروغهایی که در دنیا هست، به عنوان یک کبالیست، به عنوان یک استیودنت کبالا، من و شما باید فقط و فقط از خدا تقاضای یک چیز بکنیم. خدایا به من امونای بیشتری بده. خدایا به من کمک کن که من این تاریکی دروغ ایلوژن رو باور نکنم و فقط نور تو رو ببینم و فقط برخای تو رو ببینم و سرتنتی تو رو ببینم. عزت هشم، این شبات انقدر با پرشای این هفته، با تورای این هفته و با این یود بزرگ، وقتی که میگه خدا به موشه گفت به قدرت من کمک کن، اضافه کن، یعنی من و شما هستیم که میتونیم نور خدا رو جلای بیشتری بهش بدیم، روشنترش بکنیم برای هممون و برای همه دنیا. آمین.